من تنها چیزی که چند تنها خواهشی که همیشه از دوستان داشتم این بوده که بیاین و دلیل ممنوعیت من رو بگین. من میخوام به اینا بگم که موسیقی بوشهر یک موسیقی ریشه‌داری هستش، موسیقی است که از لالایی مادرها بلند میشه و الاخر وقتی که یه چیزی ریشه داشته باشه با آدم قدرت میده. این خیلی موضوع مهمه. شما چرا میخواین این قدرت رو از ما بگیرید، از موسیقی بگیرید، از جوونا بگیرید؟ من نمیدونم چه حماقتیه که تو میخوای اینو حذف کنی. چرا نمیخوای اینو ببینی؟ این فرهنگ توه، این ریشه داره تو یک بافت محکم، تو یک تاریخ. تو اینو چطوری میخوای حذف کنی؟ مگر اینکه اونایی که این کار میکنن خودشون یه مشکلی داشته باشن. والا کسی که فرهنگ داشته باشه، کسی که ریشه داشته باشه نمیاد با این موسیقی مقابله کنه. من سکوت کردم، البته یه بار دیگه هم سکوت کرده بودم که خیلی اتفاقا افتاد در بوشهر که با همون یک ادراری که ما الان برنامه اجرا نمی‌کنیم همینه دیگه. سکوت من کجا بود؟ زمانی بود که یک آقایی اومد اعلام کرد و رسما مقاله نوشت و گفت که آقا گروه لیان در روز عاشورا، در روز اربعین و غیره برنامه داشته. من که این کارو نکرده بودم، گروه ما که اینجا بود، پاسپورت ما نشون میداد که اینجا هستیم، اینجا بودیم کلا، ما این کارو نکردیم و لزومی هم نداشت توضیح بده. گفتم ما که این کار نکردیم، چرا باید آقا این حرفو بزنم؟ اما همین موضوعی که شما دارین میگین، یعنی همین داستان باید که الان پیش اومده، این اشخاص اونقدر نفوذ کردن، اینقدر نفوذ کردن، رفت به مساجد رسید، رفت به نمیدونم جاهای باری کشید تا جلو کنسرت ما گرفتن. بعدها من با همین آقا که اسمش نمیخوام بیارم و خودش هم میدونه بهش گفتم، به صورت اتفاقی همون تایمی که اینا ویدیویی رو درست کردن برای ما توی اینستاگرام مسجد ددشتی، در واقع من کنار آقای گراشی بعد از مراسم به اصطلاح مرواسالی گفتیم با هم، عکس من منتشر شد زیرش هم همون اینستاگرام که اشتباه نمیکنه، تاریخش هم هست، برای همین آقا که الان پست مهمی هم در کشور گرفته بهش فرستادم. گفتم چی میگی شما؟ گفت ما رو حلال کن. گفتم همین؟ خب این همه بدبختی برای ما ساختی، نه به عنوان مسلمان، به عنوان یک انسان. شما یه تهمت زدی به یک گروه و ما رو از نون خوردن و از فعالیتمون انداختی. بعد خیلی راحت گفت که نه من این کارو نمی‌کنم، ولی اگر یه جایی باشه مثلا دادگاهی چیزی باشه میام شهادت میدم. گفتم تو همونجا برو، همونو که نوشتی برو پاک کن، برو درست کن، ما مملکتمون اینه. به همین سادگی. من نمیدونم چی بگم و فقط میتونم بگم که من تلاشمو میکنم، من کارمو میکنم با همه سختی ها. راهی هم نیست، باید کار کرد. میدونیم این ممنوعیت ها همیشه دامنگیر من بوده و حالا روز به روز سخت‌تر میشه. من روز به روز محکم‌تر کار میکنم.